به نام آفریدگار باران و باران. باران ای یادگار روزه رزوان، ای آمده از پیشان با غرغمان، بار دیگر ببار و بیاور برمغان پیغام آسمان، بار دیگر نشانه شو بر زمینیان زنیار مهربان. یارب از ابر هدایت برسان باران، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزد، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزد. شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان، شهر نزول قرآن، شهر عروج انسان، شهر عروج انسان، شهر پرستش رحمان، شهر ستایش سبحان، شهر امن امان و ایمان، شهر ریزش گناهان، شهر ریزش گناهان، شهر بیداری از خواب گران، شهر گشایش آسمان، شهر بارش برکت در کوی و خیابان، شهر شکوفه، شهر شکفتن، شهر بهاران، شهر بهاران، شهر باران. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزانی که شهروند شهر باران هستید. از اینکه برنامه ما رو انتخاب کردید بسیار خرسندیم و امیدوارم که انشالله تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید در شهر باران. اگر خاطرتون باشه ما وعده کرده بودیم که قرار موضوعات برنامه شهر باران رو شما عزیزان مشخص بکنید بر اساس سوالاتی که طرح می‌کنید. حالا این سوالات ممکنه در طول بحث ما با کارشناس محترم برنامه پیش بیاد، یا اینکه موضوعاتی که شما فکر می‌کنید اگر مردم عزیزمون رو همینطور خود شما به پاسخ برخی از اون سوال‌ها برسید تأثیر زیادی در زندگیتون خواهد گذاشت، اونها رو با ما طرح بکنید از طریق ارسال پیامک به 30014. و اما موضوعاتی که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، باز سوالات خیلی زیادی رو داشتیم که در باب امتحان و ابتلا سوال کرده بودن، در رابطه با چیستی خلقت مسائلی رو مطرح کرده بودن، در باب دعا که مجموعی از اونها رو آماده کردیم و در گفتگو با یکی دیگر از کارشناسان محترم برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که طرح این مباحث به ما کمک بکنه نگرش بهتری به زندگی داشته باشیم و رفتارمون در تعامل با دیگران، در تعامل با محیط زیست، در تعامل با خودمون و خدای خودمون انشالله ارتقا پیدا کنه. ما را همراهی کنید در شهر باران. اهتمام مجموعه عزیزانی که در شهر باران تلاش میکنن اینه که مثل زنبور اثر در گلستان معرفت بگردیم و سعی کنیم شهد گلهای معطر به معرفت الهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم از زبان کارشناسانی که در این حوزه صاحب اثر و صاحب نفس هستند. در خدمت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محمدی هستیم که اتفاقا برخی از همین سوالات شما رو با ایشون طرح خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض قبولی اطاعت و اعمال همه دوستان و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که بنده هم خدمت شما باشم. انشاءالله که برنامه قابل استفاده باشه و انشاءالله که در این ضیافت الهی که همه نوع پذیرایی وجود داره و از بهترین پذیرایی هاش هم همین پذیراییه، یعنی بخوایم با روزه و نماز و دعا و قرآن و اینها مقایسه بکنیم، بعد بخوایم ارزیابی بکنیم، چه بسا این تفقه در دین و این بحثای این گونه ای یک ساعتش چنان که پیامبر فرمودن از 1000 سال عبادت فضیلتش بیشتر باشه. خدا دوست داره این گونه جلسات رو، پیغمبر دوست داره. پیغمبر وارد مسجد شدن احیانا در همین شبهای ماه مبارک رمضان، بلکه در شبهای قدر بوده، دیدن که مردم دو دسته شدن، یک دسته مشغول عبادت و نماز و دعا و قرآن، یک دسته هم دور هم جمع شدند و مباحث علمی رو با هم مذاکره میکنن. فرمود کلل وجد سینه الی الخیر، هر دو جلسه جلسات خوبی است. همین جلسه ای که بحث علمی توش مطرح میشه همون جلسه ای که دعا و قرآن است. ولکن نه به تعلیم ارسلتو، ولی من برای تعلیم مبعوث شدم و من این جلسه رو بیشتر دوست دارم. بعد رفت داخل اون جلسه ای که بحث علمی بود و شروع کرد با همون حضار جلسه بحث کردن و ادامه بحث. خدا دوست داره، پیغمبر دوست داره، ما مصطفی علیه السلام فرمود انی احب هذه المجالس. ان شاءالله که معارف اینجا مطرح بشه که فضیلتش و ثوابش رو من چرس کردم از خیلی از این کارهایی که ما انجام میدیم بیشتر باشه. در یه روایتی داریم پیغمبر فرمودن ساعتی که انسان صرف فراگیری علم و معرفت و صرف مذاکره علمی میکنه پیش خداوند برتر است از 12000 ختم قرآن. فرض کنید ختم قرآن 15 ساعت طول بکشه، انسان تون بخونه 15 ساعت که قرآن ختم کنه، 12000 ختم قرآن میشه 180000 ساعت قرآن خوندن و اون همه ثواب که برای قرائت قرآن در روایت ما داریم. بس ما بشین حساب کنید 180000 ساعت باز معادل این ساعتی که صرف این بحثا میشه نمیشه. انشالله که بحثای ما این گونه باشه. انشالله. هر شبت خدمت شما جا، ما در بحث اولیه که در قدر روزهای گذشته تقدیم حضور عزیزان بیننده هم شد، بحث خلقت رو مطرح کرده بودیم و میخواستیم که یک تعریفی داشته باشیم از خلقت خداوند و نقش خالق و بحث مخلوق. ولی خب انگاره ما هم این بود که نگاه ما به خلقت خیلی تأثیر میذاره و اون درکی که از مفهوم خلقت داریم خیلی تأثیر میذاره در رفتارهای فردی ما و حتی رفتارهایی که در حوزه اجتماعی داریم. خب خیلی فرق بین کسی که معادندیش و معاد باور باشه با اون کسی که معادندیش و معاد باور نیست، قطعا خیلی تأثیر خواهد گذاشت. خب سوالاتی را مطرح کردیم با حاجی عابدی و طرح بحثم شد، منتها برخی از پیامک ها رو چون دیگه رسید به امروز و طبقه بندی شد گفتم خدمت شما عرض بکنم که اصلا بحثمون هم از همین سوالات عزیزان بیننده شروع بکنیم. عرض میکنم فراوانی اینها رو حالا به عنوان یک نمونه از پیامک 0930894 دو شماره آخر 21 گفتن که با سلام و قبولی اطاعت، چرا خداوند رحمان در روند خلقت خود این همه ابهام و گنگی بر بنده هاش گذاشته؟ چه بسا بسیاری از سست ایمانی ها و مشکلات روحی به علت وجود همین ابهامات باشه، که حالا ادامه هم داره بودن خود پیامکشون رو. من این سوال رو مطرح میکنم که خب اگر اینقدر درک ما از خلقت اهمیت داره و تأثیر گذاره در زندگی، به نگاه این عزیز بینندمون و خیلی دیگران که این پیامک رو شبیه این پیامک رو داشتن، چرا بعضن اینقدر ابهام هست؟ چرا نمیشه یه پاسخ قطعی و متقن در این زمینه پیدا کرد؟ یا اینکه نه، پاسخ قطعی و متقن هست، ما بهش بیتوجهیم؟ اولا ابهامی در کار نیست، کار خداوند روشن و بی ابهام هست. و ثانیاً کسان هم که در این بحث وارد شدن روشن پاسخ گفتن، متکلمین خیلی روشن و صریح گفتن، گفتن که هدف دو نوع هست، هدف فعل و هدف فاعل. در آفرینش خداوند متعال هدف فاعل وجود نداره، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، پس هدف از آفرینش جود رسوندن به بندگان بوده، ما نبودیم، متقاضامون نبود، لطف هم ناگفته ما میشنود. پس این حرف متکلمین خیلی روشنه. آیا خدا نیاز به آفرینش داشت؟ خیر. هدف از خلقت رفع نیازی از نیازهای خدا بود؟ خیر. فلسفه خلقت به خدا برمیگرده؟ اینها میگن نه. هدف دو نوع هست، هدف فعل و هدف فاعل. در کار خدا هدف فاعل وجود نداره، فقط هدف فعل وجود داره. در کار ما اینجوری
بعضی از کارهای ما درش هدف فاعل مطرح است، بعضی هدف فعل مطرح است. این حرف به نظر من ابهامی درش نیست، خیلی روشنه. حرف حکما هم به نظر ما خیلی روشنه. حکما میگن که سوال از این که خداوند عالم را چرا خلق کرد، مثل این مونه چی بگیم باران چرا میبارد. مثلا باران یعنی باریدن، خدایی خدا تجلی صفات خدا میشه آفرینش. مثلا مونه بگیم چرا فیاض فیض دارد، خواهی فیض نداشت که فیاض نبود. چرا خلاق خلق دارد، تجلی و تبلور صفات خدا میشه آفرینش. پس نه از نظر حکما مطلب ابهامی درش هست، نه از نظر متکلمین. نمیدونم که حالا بحث به کجا رسیده که، یا ایشون اگر کارش روشن میکرد مثلا میگفت که اینجای بحث چرا انقدر ابهام داره. حالا عرض میکنم تو پیامکام اتفاقا هست همین مسئله. پس تا اینجا مشکلی وجود نداره. دقیقاً. بر اساس نظر حکما، نظر متکلمین. دقیقاً. بحث در اینجا اینه که ببینید وقتی که ما مثلا نسبت به باران چنین مسئله مطرح میکنیم، یا حضرت علی اشاره فرمودید بحثای دیگه، خب میگن ما که دخیل در اونجا نیستیم، یعنی نه سودی میبریم نه ضرری میبریم، به عنوان یک ناظر داریم مسئله رو نگاه میکنیم. اما در بحث خلقت ما خودمون رو داریم میبینیم. مجموعه برخی از پیامک‌ها اینه، میگه خب مثلا من الان در این دنیا اومدم بدون اینکه انتخابی داشته باشم، اختیار من نبوده و من در این دنیا اومدم، حتی رفتنم من باز به دست خودم نیست، باز جز انتخاب و اختیار من نیست. اتفاقاتی هم که در زندگی فرا روی من قرار میگیره از ابتلاعات و چیزهایی که از حوصله در حقیقت کاری من، در حقیقت از توان من خارجی، باز هم به دست من نیست. و بعد من نگاه میکنم به این که اگر باشم یا نباشم انگار به عالم هیچ تأثیری نمیذاره. و برخی از سوالا به همین سمت اومده بود که خب پس اصلا خود برای چی ما رو، یعنی منظور منی که حالا قائل این سوال هستم و سائل این سوال هستم رو میپرسه. یه سوال دیگه هست، اون سوال اینه که اصل فلسفه آفرینش چیه. الان سوال اینه که خدا انسان رو برای چی خلق کرد، بعد سوال میشه خدا منو برای چی خلق کرد. یعنی در واقع سه تا سوال شد، عالم برای چی خلق کرد، آدم برای چی خلق کرد، منو برای چی خلق کرد. نسبت به عالم که گفتیم خدایی خدا اختزا میکنه که آفرینش داشته باشه، و آفرینش هم از کنم در واقع که حکما گفتن تجلی صفات الهی است. نسبت به آدم باز همین هست، همون صفات خداوند بیشتر اینجا در انسان تجلی میکنه. از همینجا به این نتیجه میسیم خدا انسان برای چه خلق کرد؟ برای اینکه خداگونه بشه، اون مقام خلافت اللهی برسه، اون مقام عبودیت که باطنش ربوبیته. این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این عبادت راهی است که انسان رو به اون کمال میرسونه، وگرنه خود عبادت هدف نیست، نماز هدف نیست، نماز نردبان است که انسان رو به اون هدف میرسونه. الصلاة قربان و کل تقی، این نماز وسیله تقرب به اون هدف غایی. پس هدف غایی آفرینش انسان هم مشخصه، اینی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام که یک فردی که خداگونه باشه بر روی زمین قرار بدم. چرا؟ باز برمیگرد همون تجلی صفات خدا. و چون این مخلوق با این هندسه‌ای که داره، با این خصوصیاتی که داره، بیشترین تجلی بخش صفات خداست، اینو خلق کرد و رحمت خدا اقتضا میکرد که اگر کسی یه چنین ظرفیتی داره او امساک فیض نکنه و فیض رو به این انسان هم بده. پس فلسفه آفرینش انسان کاملا مشخصه، برای چی خلق کرده؟ برای اینکه به اون کمال نهایی که همون قرب الله باشه برسه. این اتفاق کجا میفته؟ در بهشتی که حالا تحت عنوان بهشت ازش یاد شده. اونجا انسان خداگونه میشه، اونجا انسان تجلی این هدف آفرینش رو مشاهده میکنه. اگر بخوایم در دنیا ببینیم که آیا انسان به این هدف رسیده یا نرسیده، باید نگاه کنیم ببینیم چقدر اون صفاتی که خداوند در خود انسان بذرهاش رو به ودیعت نهاده بود، چقدر اون صفات شکوفا شده، چقدر اون صفات پرورده شده، به همون میزان انسان به هدف رسیده که همون میشه قرب الله. ما گام به گام داریم به سمت اون کمال پیش میریم. پس اگر هدف اینه که چرا خداوند آدم رو خلق کرد، بیم همون پاسخی که اونجا دادیم، تجلی صفات خدا، و این مخلوق خدا از همه مخلوقات بهتر تجلی بخش صفات خدا هستن. اما گفت که چرا منو خلق کرد، پاسخ اینه که خداوند، حالا اونم باز نیاز به بحث داره، خداوند فرد خاصی رو با حیثیت خاص خلق نکرده. این سوال و این سوالات از این قبیل از اینجا نشأت گرفته که ما صنع خدا رو جزئی میدونیم، خیال میکنیم که خداوند متعال اول یه قطعه گوشت خلق کرد، بعد فکر کرد با این گوشت چی بسازم، گفت آدم بسازم،
و حالا این آدم که می‌سازم مرد باشه یا زن، مثلا مرد باشه، حالا مرد قدش چقدر باشه، رنگش چی باشه، وزنش چی باشه، خوشبخت باشه یا بدبخت باشه، باسواد باشه یا بی‌سواد، اینجوری فکر می‌کنیم. در حالی که آفرینش این نیست. خداوند کل عالم رو با یک اراده خلق کرد و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، همون تمام او یه اراده کرد عالم ایجاد شد. این بقیه دیگه یک رابطه ارگانیک با هم دارن، یک نظام کاملا به هم پیوسته هستن. شما یک پازلی هستید از یک مجموعه که این مجموعه میشه یک عالم و این عالم مجموعاً هدفمند و کاملا جهت داره. اگر شما نبودید خداوند باید آدم خلق نمی‌کرد. اگر آدم رو خلق نمی‌کرد باید عالم رو خلق نمی‌کرد. این مجموعه این گونه به هم رابطه ارگانیکی دارن، یعنی جهان چون خد و خال و چشم و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. همه این عالم با یک اراده، با یه پیکر واحد، یه پیکر واحد که با هدف مشخص آفریده شده. برای این به نظر ما ابهامی در هیچ جاش وجود نداره. بسیار. این تعبیری که از حضرت شریف فرمودید، تعبیر پازل رو اتفاقا میخوام یه مقدار بیشتر راجع به صحبت بکنیم. خب وقتی ما مجموعه پازل رو نگاه میکنیم، هر کدوم از این اجزا در جای خودش، ما نمیتونیم یه پازل رو جای دیگه بذاریم و به هر حال میبایست بر اساس یک نگاهی بفهمیم هوشمندانه که این پازل جاش کجاست که اون تصویر رو برای ما تکمیل بکنه. خب درک این که جای من انسان در این پازل حقیقت که میخواد به اون خلیفت اللهی برسه که از طریق اشاره فرمود و مقصود خداوند است از این که انسان رو در زمین خلق کرد، خب تشخیص این با کیه؟ تشخیص با منه، تشخیصش با خداست. من چه ابزاری دارم؟ آیا راهنمایی دارم بتونم بفهمم که من کدوم قطعه پازلم و کجا میبایست استقرار داشته باشم؟ این کار خود خدا کرده، بعد دیگه بقیش به عهده ماست. خداوند به ما عقل داده و گفته از این عقلتون شما استفاده کنید ببینید که چطور به اون کمال میرسید. علاوه بر عقل، فطرت به ما داده، گفته شما به مقتضی فطرتون عمل کنید، او شما رو راهنمایی خواهد کرد تا به اونجا برسید. در این حال پیامبرانی فرستاده، کتابهای آسمانی نازل کرده، دستور عملهای صادر کرده که اگر ما اون چیزی که خدا گفته رو بخونیم، مطالعه کنیم، بپذیریم و انجام بدیم، ما جای خودمون رو داشتیم، به اون جایی که خدا خواسته رسیدیم، به اون کمالی هم که باید می‌رسیدیم رسیدیم. اما چون اینجا اون پازل چون اختیار نداره، خودش نمیتونه کاری کنه، اما اینجا چون اختیار داره میتونه تو این مجموعه به اون کمالی که باید برسه برسه و میتونه نه از خودم زائد بشه. به تعبیر دیگر هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که انسان‌ها به همون کمال برسن، به همون بهشت برسن. منتها برای رسیدن به بهشت اون هدف هدف غایی است. اما آیا همه کس به بهشت میرسن؟ خیر. چرا؟ چون اختیار اینجا این وسط وجود داره. من یه مثال باز بزنم که مطلب روشن بشه. یه نجار شما در نظر بگیرید، هدفش از جمع کردن یه مقدار چوب اینه که یک صندلی درست بکنه، مثلا یه میز درست بکنه. این هدف غایی اون نجار. در ساختن این صندلی یه سری چوب ها هستن که زائد میشن، خود به خود اضافه میان. چوب مثلا فرض کنید 1 متر بوده، او 80 سانتیش میخواسته، 20 سانتیش بریده میشه. این زوائد که دیگه تو اون هدف کلی نقشی ندارن، اینها خود به خود باید سوخته بشن. اینها دیگه تو اون هدف کلی نیستن. او هدفش این نبود که این چوب ها ریخته بشن، او میخواست صندلی بسازه. در مسیر صندلی ساختن این زوائد هم پیش اومد. خداوند عالم رو خلق کرد که انسان به بهشت برسه، به همون قرب الهی برسه. در مسیری که میخواد بره سری زوائد این وسط باقی میمونه. باز من مثال دیگه بزنم، یه دهقان شما در نظر بگیرید، گندم کاشته مثلا، هدفش از آماده کردن زمین و آب دادن و پاشیدن تخم همش چیه؟ گندم. خاطر گندم به دست بیاره. ولی وقتی که این زمین کاشته میشه، یه ده علف هرز اونجا خود به خود سبز میشن. این علف هرزا از بین خواهند رفت. اینها دیگه در اون هدف کلی جای نخواهند داشت. انسان‌هایی که از اختیارشون سوء استفاده میکنن، به حرف خدا گوش نمیکنن، عقلشون رو ازش استفاده نمی‌کنن، از علم استفاده نمی‌کنن، تبدیل میشن به اون زوائد، تبدیل میشن به اون زوائدی که به اون مقصد نمی‌رسن. وگرنه هدف خدا این نبود، هدف خدا این بود که همه به اون کمال برسن. بسیار. حضرت علیشون تو همین پاسخ ها به چند تا مسئله اشاره فرمودید که بحث اختیار بود، که خب این نکته بسیار مهمی است و بهش هم می‌پردازیم. تقریبا یک مثلث رو شما ترسیم کردید، مثلث عقل، فطرت و پیامبران.
برای اینکه ما بتوانیم به اون جایگاه برسیم. علم هم اضافه بکنید. علم رو هم اضافه می‌کنم که حالا علم و عقل رو اگر بخوام در کنار هم دیگه قرار بدم، من می‌خوام فلان این مثلث هم صفر بشه. علم همون ساینسه. بس آ ساینس رو شما مد نظرتون هست. بسیار عالی. اگر همین اربع رو در نظر بگیم، یعنی علم و عقل و فطرت و پیامبران، خب ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم در طول تاریخ انسان‌هایی بودن که صاحب عقل بودن، علوم مختلف رو به دست آوردن، پیامبرانی برای اونها ارسال شده و در حقیقت اینها صحبت‌های پیامبران رو درک کردن و حالا بر اساس مدلی که می‌خواستن به فطرت خودشون برسن، می‌بینیم که راه‌های متفاوت رفتن و بعضن حتی مقابل هم قرار گرفتن. خب اینها ناشی از اختیاری بوده که خداوند به اونها داده. فکر نمی‌کنید که این اختیاری که داده شد چرا اینقدر تنوع و چرا اینقدر بعضن تناقض داریم ما در انتخاب مسیرها و روش‌ها برای اینکه بخوایم برسیم به اون هدف؟ نه، اگر واقعا اینها از عقل اونگونه که باید بهره می‌گرفتن یا یکی از این چهار تا رو که عرض کردیم، تناقض پیش نمی‌آمد، مگر اینکه در مسیر موانعی بخواد راه رو منحرف بکنه. مثلا نفس اماره میاد جلو، عقل این عقل رو منحرفش می‌کنه، یا شیاطینی هستن که میان این راه رو منحرف میکنن. اگر این چیزها نباشه، کسی بخواد در مسیر عقل حرکت کنه حتما به مقصد خواهد رسید. کسی واقعا عالمانه حرکت کنه امکان نداره که مقصد نرسه. کسی به حرف پیامبران گوش کنه تناقضی وجود نداره. لا نفر بین احد من رسوله، حرفشون همه یکی بود، راهشون یکی. ما متفاوت بوده. نه، اگر تناقض باشه، یکیشون منحرفن، یکی اشتباه کردن. اون که اشتباه کرده یا اول عقلو به کار نگرفته، وحی به کار نگرفته، یا اول درست حرکت کرده، عقلو به کار گرفته، تو راه مانعی او رو منحرف کرده، مانع جلو راه سبز شده. که مثلا فرض کنید که همون کارس کرد، نفس اماره چون اختیار داره میتونه به جای اینکه همراه عقل باشه همراه نفس باشه. وقتی همراه نفس گرفت، وقتی جهتش با جهت انبیا کاملا متفاوت میشه. حالا تو اینجا رسیدیم به یک سری از سوالاتی که عزیزان بیننده مطرح کردن، مبنی بر این که این موانع رو خدا ایجاد کرده یا ما خودمون ایجاد کردیم. موانع جنبه عدمی داره. موانع وجودش مانع نیست، وجودش بد نیست، ماهیتش شره. ابلیس، شیطان که من مثال زدم، وجود شیطان بد نیست. خدا جن خلق کرده، این جن میتونه زعفر باشه، میتونه عزازیل باشه که حالا بعدن ابلیس شد. اون اختیاری که این داره، اون ماهیت شیطانه که او رو شیطان میکنه، وگرنه وجودش نوره، وجود شیطان هم پاکه. ولی از 4-6 هزار سال در سر فرشته خدا رو عبادت کرد. این موانع وجودشون مانع نیست، ماهیتشون مانع هست. بنابراین اون چی خدا خلق کرده خیر است و نور است و وجود. موانعی که من عرض کردم اینها از ماهیت سرچشمه میگیره و اون در انسان و جن هم برمیگرده به اختیارشون، تو استفاده از اختیار و منحرف شدن. بسیار عالی. حالا این بخش اول برنامه بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که پاسخ برخی از سوالاتتون رو که از طریق ارسال پیامک به 3014 انجام داده بود ان شاءالله گرفته باشید. بریم یه فاصله میگیریم، برمیگردیم بخش دوم رو که باز طرح موضوعاتی از جانب شما عزیزان دنبال خواهیم کرد. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. ما رو همراهی بفرمایید.
در شهر بران در خدمتتون هستیم. همین فاصله ای که مشاهده می‌کردید مزین بود به آیه از قرآن، تصویری از صفحه سوره مبارکه ملک، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هدف ما در برنامه شهر باران اینه که به اون ایکم احسن عملا برسیم، احسن عملا رو بتونیم خوب بشناسیم که بهش عمل بکنیم تا مقصود ما از خلقت خودمون حداقل برای خودمون مشخص بشه. گفتگو می‌کنیم مباحث رو با کارشناس محترم و اسلام و مسلمین حاجی محمدی. خب در بخش قبل برخی از سوالات در رابطه با خلقت مطرح شد و رسیدیم به این که بحث موانع، که حالا من باز برخی از سوالا رو دارم که به نوعی زیر مجموعه همین موانع. حاجی محمدی عزیز، 0913-228 تو شماره خر 55 گفتن که سلام، معیار خداوند برای امتحان بعضی از افراد با فقر و بعضی با ثروت چیست؟ که حالا من اینو زیر مجموعه خود این موانع میارم. ما خیلی سوال شبیه این داریم، مبنی بر این که حضرت فرمودید برای اینکه ما بتونیم جای خودمون رو پیدا بکنیم یه سری از موانع رو باید بگذاریم که اونها ماهیتشون شر، اما خودشون در واقع تأثیر شرگونه ندارن مگر اینکه ما درست از اونها استفاده نکنیم. خب این موانع خدا انتخاب میکنه، حسب زمانه انتخاب میشه. آیا من خودم اختیار دارم این موانع رو انتخاب بکنم؟ حتی میتونم اعتراض بکنم به خدا، من بگم خدایا چه میدونم مثلا کاش کی منو به ثروت امتحان میکردی تا اینکه به فقر امتحان بکنی، کاش کی من رو چه میدونم مثلا به این ویژگی امتحان میکردی تا اینکه بخوای به این ویژگی امتحان کنی. اینا به دست ما هست یا نه؟ چند نکته عرض بکنم. اول اینکه امتحان رو ما هدف غایی نمیدونیم، امتحان رو مثل عبادت هدف متوسط میدونیم. یعنی امتحان راهی است برای اینکه انسان به مقصد برسه. پس این تصور که این آیه که شما خوندید، آیه سوره مائده هود که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیاتی از این قبیل که در قرآن اومده، این هدف غایی رو نمیخواد بیان کنه که تو بحث قبلی ما هدف غایی رو داشتیم. بله. هدف متوسط. امتحان وسیله است برای اینکه انسان رشد کنه. حالا اینکه این بنده با چی رشد میکنه، چون خدا حکیم است، با اون امتحانی رو برای بنده پیش میاره که باعث رشدش بشه. در واقع داریم که خداوند متعال نگاه میکنه. تو آیه قرآن هم داریم که و نبلوکم به شر و خیر فتنتن. در واقع داریم که خدا نگاه میکنه ببینیم بنده اگر بهش بخواد فقر بده، این بنده مؤمنش، این فقر باعث میشه ایمانش از دست بده. هرگز به اون فقر نمیده. این بنده رو با فقر امتحانش نمیکنه. چون اگه بخواد فقیر بشه ایمانش از دست میده. اینو خدا میدونه. و میدونه بنده است که اگه بخواد با ثروت امتحانش کنیم بنده رفوزه میشه. برعکس بخواد با درسته دیگه، اگه بهش ثروت نده این بنده رفوزه میشه که میشه همون فقر. بنده میبینه اگه بخواد بهش ثروت بده این به کمال نمیرسه، چون امتحانه دیگه. یه مربی وارد میدونه که این تیمشو باید با چه امتحانهایی، با چه ورزشهایی ورزش بده. خداوند حکیم بالانس میکنه بنده رو. اگر بنده با فقر رشد میکنه، فقر باعث میشه به اون کمال برسه، چون عرض کردیم امتحان وسیله هست نه هدف، او رو فقر براش پیش میاره. اگر نه، دید که این بنده با فقر منحرف میشه. این روایت از امام صادق علیه السلام. خلاصه این که اون که از طرف خداست عیناً حکیمانه است، منتها باز فراموش نکنیم که این بنده هست که اینجا از اختیارش چطور استفاده میکنه. این فقر سازنده بود براش، اما لزوماً مجبوره که ساخته بشه ندیجه. اوست که با اختیار خودش از این ابزار حسن استفاده میکنه یا سوء استفاده. این ثروت برای این بنده سازنده بود، این بنده، این امتحان برایش سازنده بود، این از طرف خدا بود. اما اینکه بنده مجبوره که ساخته بشه اختیار داره. اختیار داره که این ثروتی که خدا بهش داده برای امتحان در اون مسیری بهره ببره ازش که برای رسیدن به کمال کمکش کنه. پس خداوند اون چیزی که از طرف خداوند متعال است حکمت است و خیر است و خوبی است، چه فقر باشه چه ثروت باشه، چه بیماری باشه چه سلامت باشه. این بنده هست که تو این امتحان چطور امتحان پس بده. مطلب بعد این که این امتحان ها، همه اینها باید با توجه به اون هدف ملاحظه بشه. ما گاهی هدف رو فراموش میکنیم، خیال میکنیم هدف از آفرینش ما خوش خوردن، خوش خوابیدن، برخورداری های حیوانی است. اینا که به خطر میفته میگن چه امتحانی بود؟ توجه نداریم که هدف این نبود، هدف اون لقاء الله بود، هدف اون قرب الله بود.
برای رسیدن به اون هدف حتما باید این فقر مثلا می آمد یا این بیماری حتما باید می آمد. اینو دقت نمی کنیم. این هم یک نکته. و نکته آخر که در واقع جمع‌بندی هست اینه که آنچه که بهش میشه گفت مصیبت، میشه گفت بدی، اینها از طرف خدا نیست. ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که بر انسان وارد میشه این از با دست خودش ساخته شده، از طرف خدا نیست. تازه خدا خیلی از اون مصیبت ها رو هم دور کرده از بنده. و یعفو عن کثیر. خلاصه عرض این شد که امتحان وسیله نه هدف. بر حسب اینکه کدامی که از این وسیله ها این متربی رو تربیت میکنه، مربی حکیم، اون امتحان اون وسیله رو به کار خواهد گرفت. پس ما هیچ تعیین کننده نیستیم درباره این که چه اتفاقی فراروی ما خواهد اومد و چه امتحانی خواهد. نه اونجا اختیار در کار نیست. نه خیر، اونجا اختیار در کار نیست. و جای چون و چرا هم نداریم. نه خیر. چون و چرا چرا میتونه سوال کنه خدا بشه. چون و چرا به این معنا که بگیم خب حالا توی مسیر دیگه میرفتی. معناش اینه من از خدا بهتر میفهمم. حالا چرا میشه انسان چون و چرا بکنه، ولی معناش اینه که بگم که خداوند حکیم و آگاه، یا من از خدا دلسوز دارم نسبت به خودم که این درست نیست، یا اینکه خدا ظلم کرده به من که این درست نیست، یا اینکه خدا نمیدونست اشتباه کرد که اینم درست نیست. حالا اگر ما بخوایم شرایط موجود رو تغییر بدیم چی؟ به عنوان مثال میگم خب کم نیستن، حداقل الان میشه مطالعه کرد درباره آدمهایی که در موقعیتی بسیار پایین قرار گرفته بودن اما به مدد تلاششون در جایگاه دیگه‌ای قرار گرفتن. حالا مقصود من کسب رتبه های هم میتواند علمی باشه، معرفتی باشه، رتبه های حتی دنیوی باشه، فرقی نمیکنه. بعضی هم داریم که اتفاقا در جایگاه خیلی خوب قرار گرفتن و خودشون مسیر رو به مسیر در قد به سمت انحطاط رفتن. آیا اینها در تقدیرشون بوده یا اینکه نه خودشون این مسیر رو انتخاب کردن؟ هر دو. اینا با هم منافات نداره. تقدیر همون هندسه اموره و تقدیر هم دو نوع داریم، قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی. آنچه که سرنوشت انسان رو رقم میزنه خود انسان هست. ان الله لا یغیر ما بقوم من حتی یغیر ما بانفسه. خداوند مقدر کرده که هر چه کار بیشتر کنه، هر کس کار بیشتری بکنه، تلاش بیشتری بکنه، از علم استفاده بکنه، از مشورت استفاده بکنه، دعا کنه، صدقه بده، سری رحم انجام بده، خوشحال باشه، درست باشه، خوشنیت باشه، این ثروت بیشتری به دست بیاره، سلامت بیشتری داشته باشه، خوشبختی بیشتری داشته باشه، عمر بیشتری داشته باشه، راحت‌تر به بهشت بره. و هر چی انسان این عواملی که من عرض کردم، این همش قضا و قدره ها، این همش مظاهر قضا و قدره. دعا خودش مظهر قضا و قدره. یعنی انسان میتونه با دعا اون سرنوشتی که به صلاحش هست رو رقم بزنه برای خودش. پیغمبر فرمودن الدعاء يرد القضاء ولو قبر ابراهیم. با دعا انسان میتونه سرنوشت عوض کنه. فرض کن شب قدر براش مقدر شد که ایشون امسال بمیرد مثلا، عمرش دیگه تموم شده، یک دعای اساسی 30 سال به عمرش اضافه میکنه، یه صله رحم عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده. دارم اکثر حرفی که من عرض میکنم متن روایات، فقط دارم ترجمه میکنم. یک صله رحم عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده. پس انسان اختیار داره که با صله رحم آنچه که در شب قدر براش رقم خورده بود رو تغییر بده. این بودجه نوشته شده بود در شب قدر، مقدر شده بود، امضا شده بود، تصویب شده بود و بنا بود این بودجه اجرا بشه. وسط راه انسان متمم بودجه تقدیم میکنه، من صدقه دادم پس این عوض بشه، من دعا کردم، من تلاش بیشتری کردم. این عوامل اگه بخوایم جمع کنیم به دو دست تقسیم میشن، عوامل مادی و عوامل معنوی، که هر دو در سرنوشت انسان اثر داره و انسان اختیار داره که از این دو دست عوامل در مسیر مقدرات خودش استفاده بکنه و بهترین تقدیرها رو برای خودش رقم بزنه. پس ما در حقیقت در سرنوشت خودمون مؤثر هستیم 100%. ما میتونیم بر اساس راهکاری که انتخاب میکنیم و اینکه چگونه اون موانع رو پشت سر بذاریم، که عمدتاً هم در واقع قاعده ها شبیه به هم دیگه است دیگه. یعنی اگر کسی تلاش بیشتری بکنه، حالا در هر حوزه ای باشه، قطعا نتیجهشو خواهد گرفت. ولن تجدل سنت الله تبدیلا، در واقع نوعی همینه، درسته؟ بله، سنت ها ثابتن. خب ثابتن و این خود انسانه که عرض کردیم که اون دو دست عوامل، عوامل مادی و عوامل معنوی. عوامل مادی مثلا مثل ورزش. خب ورزش باشه سلامت میشه، وقتی انسان سالم شد عمر بیشتری میکنه، بیماری دچار بیماری نمیشه دیگه، حداقلش اینه. پس این مقدرش اینه که بیمار نشه. چرا؟ چون ورزش کرده. یا نه ورزش نکرد، صدقه داد، بنا بود بره تصادف کنه، این صدقه اون تصادف رو منحرفش کرد، دیگه تصادف نمیکنه. این دو دست عوامل هر دو دسته سرنوشت انسان رو رقم میزنه.
خب ببینید، در رابطه با مسیری که ما انتخاب میکنیم بعضن موانعش مشخصه. مثلا چه میدونم، اگر کسی وارد سیستم کسب و کار بازار میشه، خب بازار بالا پایین خودشو داره، میبایست هوشمندی به خرج بده، چه جنسی رو کی بخره، کی بفروشه، به چه قیمتی عرضه بکنه، چطوری مشتری مداری داشته باشه و غیره، تا اینکه بتونه یه توفیقی داشته باشه و یا اینکه بعضا ممکنه شکست هم بخوره. این عوامل مادیه. این عوامل مادیه. اما بعضی از مواقع ما برخورد میکنیم به یه سری اتفاقات که دیگه اینو خارج از برنامه‌ریزی های ماست. مثلا چه میدونم، یه کاسبی میاد کاروباراشو انجام میده، سنجش بازارشو درست انجام میده، تیمشو درست میاره، جنس رو هم به موقع میخره، سرمایهش رو هم تامین میکنه، پیش بیناش همه مرتب، یه مرتبه یک بلای ناگهانی، یک سونامی رخ میده و کل هر آنچه که او در حقیقت آماده کرده همه از بین میره. این کجای در حقیقت؟ کاملا درسته. این در واقع دیگه از اختیار انسان خارجه، دیگه از اراده انسان خارجه. این از اون مواردی است که قضا و قدر دست انسان نیست، که عرض کردم که قضا و قدر گاهی حتمی، گاهی غیر، اینجا دیگه در اختیار انسان نیست و مسئولیتی هم نداره. اما آیا این اتفاق افتاد باز در مجموع نظام هم اشکال هست؟ نه، اینجا اشکاله، اینجا این ورشکست شد، مثلا اینجا این ساختمان سوخت، و تو کل نظام نه، این باز خودش اهدافی از این امر هست که کل نظام یه تابلوه، نظام آفرینش یک تابلوه که یه خطش کجه، یه خطش راسته، یه رنگش تیره، یه رنگش روشنه. اگر ما بخوایم تک تک به اینها نگاه بکنیم، خب بد به جلوه میکنیم، میگیم چرا این خط کجه، خط راست که بهتره، این رنگ چرا تیرهه، اینجا چرا به این شکل مثلا زیگزاگ اومده، چرا اینجا منحنیه، راست که بهتره. نه، کل تابلو باید نگاه کرد، در کل تابلو اینها هم باز همش حکیمانه و درسته. پس اینجا این گونه موارد دیگه در اختیار انسان نیست، این دست دست خداست. اونجا فرمایش از مولای متقیان دارم که فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، این از اون موارده. به عبارت دیگه اینجا یک فصل دیگه باز میشه که حالا ما نمیخوایم واردش بشیم چون بحث خیلی دقیقی است، مگر اینکه دوستان بیننده ما بخوان وارد این بحث بشن و سوال بپرسن که ما بعد از سوال اونها این بحث وارد بشن. اینجا جای باز همون امر بین الامرینه، یکی از مصادیق امر بین الامرین همینه، چه دیگه نه جبر و نه اختیار، نه تفویض، نه در اختیار خود به انسان واگذار شده، نه جبر، امر بین الامرینه. این از اون مواردی است که استثناست و اینجا دیگه انسان اراده نداره. خب ببینید تا جا بحث در قد امتحان و ابتلاعات که پیش میاد، به نظر میاد گاهی، یعنی حداقل حال تو پیامک هم بود، میگن چه ضرورتی داره به این اتفاق؟ مثلا یک نفر پیمانه عمرش میخواد به سر بیاد، خب این میتواند در یک مدت زندگی که داره انجام میده بعدش هم تموم و از دنیا بره، اما این شخص مبتلا میشه به یک بیماری و بعد به قدری دچار درد سر میشه، چقدر زجر میکشه و بعد از دنیا میره، که حالا تو پیامک هم داشتیم که مثلا خب خداوند چرا این کارو داره میکنه؟ خب اگر هم تقدیر الهی به اینه که این شخص از دنیا بره، چرا به این درد سر؟ اگر خداوند میخواد او رو امتحان کنه، چرا مثلا به بی‌آبرویی امتحان میکنه؟ چرا این اتفاقات رخ میده که خیلی خسارتش بیشتره؟ و یا حداقل میشد اگر این رو حذف کرد، بگیم خب مقصود حاصل شد، این شخص هم از دنیا رفت یا این جایگاه رو به دست نیاورد، ولی چرا شیوهش اینطوریه بعضن؟ بله، اولا اینکه کی گفته خدا این کارو کرده؟ این اول کلام است. اگه خدا این کارو کرده بود که اسباب و سببات رو عذاب نمی‌کرد، که کسی باعث این بیماری شده خود عذابش میکنه، میگه چرا این کار کردی که این بیمار شد، چرا تو جامعه میکروبی رو پراکنده کردی که باعث بیماری این شخص شد؟ اگه خدا تشجیعا این کار کرده بود که دیگه مؤاخذه نمی‌کرد، عذاب نمی‌کرد، کی گفته که این کار رو خدا کرده؟ یعنی شما میفرمایید که اینا کار خدا نیست؟ نه خیر، تشجیعا اراده خدا نیست، تکوینا بله، وقتی میکروب اومد این بیماری میاد، اما خدا خواسته، اگه خواسته چرا گفته که دعا کنی که مریض نشید؟ چرا گفته برو پیش پزشک که درمان بشه؟ چرا گفته که این غذا رو نخور که مریض میشی؟ این کار نکن که مریض میشی؟ پس خدا اینو نمیخواد، این بدبختی رو نمیخواد خدا براش. اون که رسوا شده خدا خواسته رسوا بشه، اگه میخواست پس چرا این همه بهش دستور داده بود که این کار نکنی که رسوا میشی، گناه نکنی که خزی، تو قرآن خزی اومده، بله بله، رسوا، گناه باعث رسوایی میشه. آیا خدا خواسته که بنده گناه بکنه؟ نه خیر، خدا نخواسته، ولذا دستور داده. عقل انسان میگه گناه نکن، فطرت انسان، نفس انسان، نفس لوامه انسان میگه گناه نکن، قرآن میگه گناه نکن، این از اختیار رسول استفاده کرده، گناه کرده، کی میگه که خدا خواست این رسوا بشه؟ در واقع این توالی و تعاقب رفتار خودشه، نتیجه بله. اعمال اونه، بله، خدا اینو نخواسته. و ثانیا اگر فرض کنیم که این خودش دخالتی نداشته، تأثیری نداشته، خودش خداوند اگر در دنیا مشکل حل شد، در دنیا عوضشو بهش خواهد داد. مثلا فرض کنید که کار خیری انجام داده، تو دنیا فرصت نکرد که
نتیجه عملش رو ببینه. خداوند در دنیا مثلا به شهرت میده، ثروت میده، چیزی از این نشد، اینا فرصت این چیزا نشد. مرگش انقدر لذت بخشه که از همه لذت‌های دنیا بیشتره. نشد، عذاب رو ازش برمی‌داره. از اون طرف اگه بنده‌ای گناهی کرده، خداوند با فقر پاکش میکنه. پاک نشد با بیماری، پاک نشد با سختی جان کندن، این که چند روز بستری میشه، خدا میخواد یه وقتی وارد بر خدا میشه پاک وارد بشه، دیگه اون طرف نیفته. نشد و اونجا باید پاک بشه تا خلاصه این آلودگی ها باید پاک بشه. آلودگی از طرف خودشه، پاک شدنش این راهشه. البته نکات دیگه هم اینجا هست که حالا باز تو این بحث ها ما بحث دیگه هم هست که حالا این عرض کنم که بلاها و اینها بحث اعواض هست که من مطرح نکردم، چه خداوند به اینها عوض هایی خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای اینها بودن و عوض ها رو دریافت میکردن. حالا تان راجع به همین هم اگر بشه باز صحبت خواهیم کرد. به حضرت عالی یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، بخش پایانی برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. شاید شما تو فضای مجازی با این متن برخورد کرده باشید و یا خونده باشید یا از کسی هم شنیده باشید که فلسفه ماه مبارک رمضان حداقل بخشی از فلسفهش اینه که ما بفهمیم اون کسانی که
گرسنه هستن و واقعا وجود دارن در دنیا، بعضا حتی ممکنه در کشور ما هم وجود داشته باشن، عزیزانی که غذای گرم نمیتونن بخورن، برای تأمین غذای خودشون واقعا دچار مشکلن. قراره که ما با این ماه مبارک رمضان یه فرصتی پیدا بکنیم به اینکه حال اونها رو درک بکنیم. من تا حالا بعضی دوستان به شوخی میگفتن که انقدر ما خودمون در سحری و افطار میخوریم که اصلا انگار نه انگار هیچ حسی از گرسنگی و تشنگی نداریم. حالا این رو بهانه قرار دادم به اینکه از این فرصتایی که در ماه مبارک رمضان رخ میده و وجود داره و فرصت برای همون استفاده بکنیم، به فکر همدیگه باشیم. در برنامه گذشته و برنامه‌ای که از انشالله تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد به بحث دعا بیشتر میپردازیم. میدونید که دعا برای دیگران مستجابه و اول گامش هم اینه که خداوند این دعا رو در حق خود ما مستجاب میکنه. سر سفره افطار دعا بکنیم برای اون عزیزانی که دچار مشکل هستن و به فکر همدیگه باشیم. فقط بسنده هم نکنیم به دعا کردن. دعا کردن به این معناست که از خداوند بخوایم که اگر حرکتی در این زمینه انجام میدیم، خدا بهمون این توفیق رو بده که ما وسیله ساز و سبب این باشیم که اون مشکل رو از اون عزیزمون برطرف بکنیم. بخش پایانی گفتگو رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم در گفتگو با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج‌آقای محمدی. خب خیلی نکات خوبی مطرح شد و سوالاتی که سهم عمده‌ای از سوالات شما عزیزان رو در حوزه امتحان و ابتلا داشتیم. حالا بخش پایانی باز یه سری سوال تقدیم می‌کنم خدمت شما حاج‌آقای محمدی که بعضیا میگن این امتحان و ابتلاعاتی که وجود داره چرا سهم عمده‌اش مربوط به آدمای اهل ایمانه؟ یعنی ما بیشتر می‌بینیم آدمایی که بی آزارن، به کسی در بقیه ضرری نمیرسونن، آدم های خوبی هستن، منتها اینا بیشتر با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. این یک مسئله است و این قسمت هم در رابطه با همین بخش قبلی شما که فرمودید، آیا این که کسی ابتلایی پیدا میکنه و امتحانی پیدا میکنه دلیل بر اینه که جامعه و یا بنده به عنوان مثال قضاوتی نسبت به او داشته باشم؟ میگم حالا چون افتاد این بلا سرش اومد، این معلومه که آدم خوبی نبود و خدا خواست اینطوری حال اینو بگیره، آیا این قضاوت ها صحیحه یا نه؟ نه خیر، شاید او خدا دوستش داشته که، و شاید همون کسی که مبتلا به این بیماری هست یا مبتلا تو به این گناه هست پیش خداوند خصلتی داره که پیش خدا محبوب تر از بنده هست که اون گناه رو ندارم. تو این امتحانشون رفوزه شده، گناه مرتکب میشه، منم وظیفه دارم او رو نهی از منکر بکنم و هر شکلش جلوشو بگیرم، اما این دلیل نمیشه که خودم رو از او بهتر بدونم و این ابتلا رو هم لزوماً باعث این بدونم که او مثلا بده، چه بسا پیش خدا خوب باشه ما خبر نداریم. نه، اینا باعث این قضاوت نمیشه. اینجوری که بخواد باشه اولیاء خدا اهل بیت علیهم السلام امام حسین بیشتر از همه گرفتار بوده، بله، حضرت زینب سلام الله علیها و الی آخر. نه، این قضاوت درست نیست. اما نسبت به اون سوال که چرا اینجوری است، پاسخش روشنه. شما یک پدر و مادر در نظر بگیرید، دو تا فرزند دارن، یکی عقب مانده ذهنی و فرزندی که امید نیست که این به هیچ جا برسه، هیچ معلومش این به هیچ جا نمیرسه، و یک فرزند نابغه ای که استعدادهایی داره که امید هست که این در آینده مثلا فرض کنید که به مقام های خیلی عالی برسه. پدر و مادر برای کدامی که از این دو تا بیشتر برنامه دارن، بیشتر اذیتشون میکنن، بیشتر معلم خصوصی بگیر، این مدرسه برو، اون مدرسه برو، این امتحانو بده، اون امتحانو بده، کدومیشو بیشتر روش برنامه‌ریزی میکنن؟ اون برای کسی که استعداد بیشتری داره، اون که بیشتر طبیعه. امیدی هست که بله. اون بنده کافری که خداوندش امید نداره که میخواد به جایی برسه، این کسی که عقب مانده ذهنی است از لحاظ معنویت، به جایی سقوط کرده که عقب مانده ذهنی است، خدا برایش میخواد براش برنامه داشته باشه، برای چی گرفتارش بکنه، برای چی امتحانش کنه، برای چی بخواد درس براش، خدا برای اون بنده برنامه داره که امید رشدش هست و این امتحان ها باعث رشدش میشه، و یعنی خداوند حکیم کسی که میدونه فایده نداره براش گرفتارش کنه که چی بشه، امتحان برای چی براش پیش بیاره. این که در عباد داریم که المؤمنو به منزلت کفت های المیزان کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلائه، هرچی ایمان بالاتر میره امید رشد بیشتره، امتحان بیشتره و کورهای سخت‌تر، هرچی میخواد خالص‌تر بشه با درجه حرارت بیشتر تحمل بکنه. یا داریم که ان الله لا يتعاهد المؤمن بالبلاء یا عبد بالبلاء كما يتعاهد الرجل اهله بالهدیه من السفر، خدا با این بلاها هدیه میده به اون بنده مؤمنش که دوستش داره، اینها هدایایی است که خدا به این میده تا بیاد بالا، چنانکه
مرد مسافری که از سفر میخواد بیاد برای خانوادهش سوغاتی و هدیه تهیه میکنه. این دلیلش اینه. اگر غیر از این بود و حشمت خدا زیر سوال میرفت. وقتی این شخص با این امتحان میاد بالا، رشد میکنه، با اون هدف میرسه که اول ما هدف رو مشخص کردیم، اون حساب شده بود که همه اینها در همون راستای اون هدفه. وقتی این بنده با این امتحانا راحت‌تر به هدف میرسه، خدا براش امتحانات بیشتری پیش میاره. خلاصش این شد که بله درسته، البلا اول الولا، اما نه به این معنا که خدا میزنه تو سرش، خدا گرفتارش میکنه. خودش هم اگر فهمیده باشه، خودش هم اگر در این مراتب کمال بالا رفته باشه، وقتی ازش میپرسن میگه که من بلا نمیبینم، شما میگید بلا. امام حسین علیه السلام چی میفرمود؟ رضام به قضایش، من راضیم، تسلیم من لعمره، من ناراحت نیستم. امام حسین علیه ناراحت بود؟ نه خیر، همه گفتم، دوست و دشمن نوشتم، هر چه کار سخت‌تر میشد چهره ها بشاشتر میشد، چهره ها گل مینداخت. اونایی که به کمال رسیدن اینا رو هم زیبا میبینن. وقتی که ابن زیاد از زینب با همه اون مسائلی که سوال کرد که کیف رأیت صنع الله به اخیک، چی فرمود؟ ما رأیت الله جمیل، همش زیبا میبینه. همه این بلاها که از طرف خداست واقعا زیبا میبینه. یه شخصی وقت خدمت امام صادق گفت که من به جای رسیدم که بیماری رو بیشتر دوست دارم از سلامت، فقر رو بیشتر دوست دارم از ثروت. همینطور امام فرمود ما اهل بیت اینجوری نیستیم. اگه خدا بیماری خواست، ما بیماری رو دوست داریم. اگه سلامت رو خواست، ما سلامت رو دوست داریم. اگه ثروت خواست، ما ثروت رو دوست داریم. اگه فقر خواست، ما فقر رو دوست داریم. اونایی که به کمال رسیدن اینجوریه. اگه خدا بهشون ثروت داد، اینو امتحان میبینن و زیبا میبینن. اگه فقر هم پیش اومد، اینو امتحان میبینن و زیبا میبینن. یعنی اونها ناراحت نیستن. ما که از بیرون نگاه میکنیم، برای امام حسین گریه میکنیم، البته بعدم گریه بکنیم چون خود چپ نگاه کردن امام حسین گریه داره. اما روز عاشوراش ما ببینید خود اصحاب امام حسین چطور بودن، چه حالی داشتن. حرفای از دشمنان باقی مونده که واقعا شنیدنی است. در روز عاشورا که اصحاب امام حسین چی کار میکردن؟ خب اینا بد نمیدیدن، ناراحت نبودن، قصه‌دار نبودن. اون شخص میگه که عبدالرحمن بود و بریر، شب عاشورا شوخی میکرد، مزاح میکرد. راوی که همون طرفش عبدالرحمن گفت که به بریر گفت که حالا امشب چه جای شوخی است؟ ما همون فردا شهید میشیم. که ماسین گفت همتون فردا شهید میشید. گفت همه عمرم شوخی نکردم، هر کس منو میشناسه میدونن من اهل شوخی نیستم، اما اینقدر امشب اینقدر خوشحالم که نمیتونم شوخی نکنم. ما هم که از اینجا نگاه میکنیم میگیم چه شب سختی بود اون شب. اونا اون شب براشون خیلی خوش گذشت. به هر حال اینم یک نکته است که پس دو نکته عرض کردم. یک نکته هر چه که طرف بیشتر ظرفیت داشته باشه، امکان رشدش بیشتر باشه، حکمت اقتضا میکنه که امتحان ها بیشتر و تمرین ها بیشتر باشه. و نکته دوم این که این امتحان ها برای خودشون اگه اهل درک باشند و اگر به کمال رسیده باشند، سخت نیست، خیلی هم زیباست. خب تو پیامک ها داشتیم که اتفاقا برمیگره به همین نکته که از سری اشاره فرمودید. میگن خب به هر حال امتحان یه حدی داره. ما داریم میبینیم همیشه الان تو پیک از پیامک ها بود که گفتم من در خانواده خانومی بود، نوشته بودن که من 45 سالمه، در خونه پدر که بودم فقط طعم فقر رو چشیدم، اومدم در منزل همسر بازم طعم فقر رو چشیدم. اگر خدا قرار من امتحان بکنه به فقر، خب چرا یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، چرا اینقدر هی تو زندگی من مشکل پیش میاد؟ بعضی از پیامک هم همینه، میگن آیا ما سقفی برای این امتحانا داریم؟ ما نگاه میکنیم میبینیم همیشه هی داریم امتحان میشیم و در موقعیت های مختلف. اولا اینکه سقفش همون حکمته، حکمت خداست. و ثانیا کی گفته که خدا خواسته که شما فقیر باشید؟ اول کلام هست. کسانی که باعث فقر شما شدن، اونها رو خدا مؤاخذه میکنه یا نمیکنه؟ کسانی که حق شما رو خوردن، خدا عذابشون میکنه یا نمیکنه؟ اون ثروتمندایی که حق مالشون رو پرداخت نکردن که فقر شما از بین بره، اونها رو خدا عذاب میکنه یا نمیکنه؟ حالا عذاب کردن اونها میگه من الان تو زندگی مشکل. خب میخوام بگم خدا نمیخواسته. اگه میخواست که اون عذاب شد، اگه خودش میخواست که عذاب نمیکرد اونها را. که نکته بعدی که عرض کردم اون عوضی که خداوند بعداً به شما میده، اون وقت شما همه آرزو میکنن کاش جای شما بودن. روز قیامت که میشه به فقیر میگن خب بیا حسابتو پس بده، میگه من برای چی حساب پس بدم؟ چی نداشتم. خدا همه خود راست میگه بنده ما را خوش کنید، کدوم حساب؟ روز قیامت مشخص میشه کی برده. موقعی که اون کمال مشخص شد، هدف اون آخر خط مشخص شد، وقت مشخص میشه کی برده کی باخته. مطلب بعد این که شما همه رو به حساب خدا گذاشتید، آیا واقعا خودتون کوتاهی نکردید؟
آیا واقعا ما وظیفه خودمون انجام دادیم یا انجام ندادیم. و نکته بعدی این که چرا شما فقط یک فقر رو نشانه خوشبختی بدبختی میگیرید؟ آیا کسانی که ثروت دارن خوشبختن واقعا؟ اونایی که در کاخ نشستن، ماشین های نمیدونم فلان و فلان دارن، شما برید داخل زندگیشون ببینید چه جهنم اینها تو چه جهنمی دارن دست پا میزنن. سوء زن، بدبینی، کینه و کدوره نسبت به هم. شما در این فقر مهر و محبت و لطف و سرجم که حساب کنیم، واقع اینه که زندگی کسانی که برخوردار نیستن از ثروت مادی خیلی شیرین تر است از اون کسانی که برخوردارن. میکنیم ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم عجب خوشه، برو داخل زندگی ببین واقعا خوشه. از برون چون قبر کافر پر خلل و از درون قهر خدا عزوجل، ظاهرش ما رو کشته، باطنش هم خودشون رو کشته. این هم یک نکته. و نکته بعد این که عرض کنم که این فقر و این چیزهایی که شما فرمودید، این یک طرف خدا، این یک طرف قضیه هست. اگر به شما میگفتن که ما به شما ثروت میدیم و محبت اهل بیت از شما میگیریم، یه شخص مطمئن خدمت امام صادق علیه السلام گله کرد مثل همین خانم، گفت آقا ما همیشه فقیر، تا کی ما باید دچار فقر باشیم، بدبختی چنین چون هم شروع کرد از این حرفا گفتن. اما فرمود که حاضر بودی که محبت ما رو از شما بگیرن، همه دنیا رو به شما بدن، همه ثروت دنیا رو بهتون بدن. گفت نخیر آقا، فکر میکنم حالا بقیه رو باید یادم نیست. اما فرمود حاضر نصف محبت ما رو بدی همه دنیا. گفت نخیر. اما فرمود خب پس تو ثروتمندترین مردم دنیا هستی، سرمایه داری که حاضر نیستی با همه دنیا عوض کنی. این خانم چیزهایی داره که ما خبر نداریم، که ازش بپرسن حاضر بودی که مثل فلان ثروتمند باشی ولی این فرزند رو ازت بگیرن، امام حسین از تو بگیرن، خدا رو از تو بگیرن؟ میگفت نخیر، اگه همه عالم رو میدادن من حاضر نبودم یک تار موی امام حسین رو بدم. پس ما یک طرفه حساب نکنیم، یه نقطه رو نبینیم، سرجم حساب کنیم، خواهیم دید که اگر یه ثروتمند ثروتی دارد، بدبختی هایی دارد. شما ببینید وقتی که یه نوسان تو بازار پیدا میشه، مثلا فرض کن ارز نوسان پیدا میکنه، کیا سکته میکنن؟ ثروتمندا سکته میکنن یا فقرا سکته میکنن؟ کیا قصه میخورن؟ خب ممکنه دی بگن که اون ثروتمند ممکنه یه مرتبه این اتفاق براش رخ بده، اما وقتی که طعم فقر رو هر شب میچشن، ممکن اونها در واقع سختی هر روزه بیشتر میشه. میگم که همون ثروت انقدر قصه برای اینها داره که یه ذره کم میشه سکته میکنه، در حالی که این اینجوری نیست. اگه سرجم حساب کنیم خواهیم دید که اگر اونها مزایایی دارن که دارن، در کنارش فقرا هم مزایایی دارن که خیلی بیشتر اگر نباشه از مزایای اونها کمتر نیست. آیا این تفکر، حالا رد نمی‌کنم فرمایش عزیز طالب، می‌خوام یک سوال دیگر مطرح بکنم، آیا این تفکر کمک کردن به این حوزه نیستش که خب پس در فقر خودتون باقی بمونید مبنی بر این که اون دستور دیگه است. اون دستور اسلام اینه که تولید هرچی بیشتر، منتها تولید اسیر تولید بشیم، اسیر ثروت بشیم، خیر نه خیر. کادر فقر ان یکون کفر، فرمودن اگه فقر از یک در اومد ایمان از در دیگه میره. نه، انقدر باید در این زمینه داریم که نه، دستور اسلام نیست که ما فقیر بشیم. اما حالا اگه ما تلاش خودمون رو کردیم، ما وظیفه خودمون انجام دادیم و مصلحت این بود، مقدر این بود که بیشتر از این نصیب ما نشه، اون وقت باید حساب کنیم ببینیم که آیا ما سرجم وضعمون بهتر از اون کسانی که ثروت دارن یا بدتر. بسیار عالی. خیلی از مباحث باقی موند، بحث بخت و شانس و بحث طلسم و دنیا طلبی که اتفاقا حالا انشاءالله فردا در صحبت رو با شما مطرح خواهیم کرد تقدیم حضور عزیزان بیننده خواهد شد. از شما تشکر میکنم حاجی محمدی و همینطور از شما عزیزانی که ما رو در شهر باران همراهی کردید. پیامک بزنید به 3014، موضوعاتی که مد نظرتون مطرح بفرمایید تا برنامه و شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار. یکی برای سجاده‌ها عطر حرم فرستاده. مؤذن دست‌ها را به گوش، سر را به سمت آسمان گرفته. لحظه دیدار نزدیک است.
خدای من، این گردن من است که گناهان آن را در بند کرده، پس بر محمد و آلش درود فرست و آن را به عفوت از عذاب برهان، و این پشت من است که بار خطاها آن را سنگین نموده، پس بر محمد و آلش درود فرست و به بخششت آن را سبک فرما. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم. فلیت تجیبولی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند. انا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الامان، تدعون ربكم بالليل والنهار، پروردگار را بخوانید، حقیقتا بخوانید. فإن سلاح المؤمن الدعاء، إلهي سيدي ربي أغثني أغثني، بکن حلقه در را که عاقبت ز سرای سری براید، بالاخره یکی خواهد بود که شما مقصودتون يا خالقي يا رازقي أنت الذي سويتني وجعلتني إنسانا وغديت قلبي باتباع محمد وغديت قلبي باتباع محمد ورزقتني التوحيد والإيمان. چشم باز کن، سر بگردان سمت آسمان، فرشته ها را ببین که دست دست پایی می آیند در کوچه های شهر باران.